دستگیر شدن سارقان بانک ملی ایران در خارج از کشور. با ما همراه باشید با ویدیوی منتشر شده از سارقان دستگیر شده و اجناس دزدیده شده و همچنین توضیحات رئیس پلیس تهران. و اگه میخواین اخبار دست اول فضای مجازی رو از دست ندین، کانال میم تیوی رو سابسکرایب کنید. سلام و درود خدمت همه دنبال کننده های کانال میم تیوی. همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، روز یک شنبه 14 خرداد ما سارقان به بانک ملی ایران شعبه دانشگاه تهران دستبرد زدند و حدود 1000 صندوق امانت این بانک رو در روز تعطیل خالی کردند که جنجال های خیلی زیادی هم ایجاد کرد که چطور این اتفاق افتاده. و اما امروز 20 خرداد ماه اعلام شد که سارقان این بانک به همراه اجناس دزدیده شده دستگیر شدند و صدا و سیما هم مصاحبه‌ای رو با رئیس پلیس تهران در کنار سارقان به طور مستقیم منتشر کرد. مقامات قضایی و پلیس تهران گفتند که دزدهای بانک ملی شعبه دانشگاه که 5 روز پیش اقدام به سرقت از این بانک کرده بودند در ایران و خارج از ایران بازداشت شدند. علی صالحی دادستان تهران سارقان دستگیر شده را 13 نفر اعلام کرده بود و بدون اشاره به نام کشور گفته است 3 نفر متواری در کشورهای همسایه بودند که دستگیر شدند. خبرگزاری تسنیم درباره کشوری که 3 سارق متواری در آن دستگیر شدند توضیحات بیشتری داده و نوشته برخی از سارقان صندوق امانات بانک ملی پس از سرقت به ترکیه متواری شده بودند که با تلاش نیروهای انتظامی در این کشور بازداشت و به ایران بازگردانده شدند. آقای صالحی همچنین خبر از کشف مقادیر زیادی از اموال مسروقه در فرودگاه امام در ماشینی که توسط متهمان تهیه شده بود را داد. با هم بریم ویدیویی که از اجناس پس گرفته شده منتشر شده رو ببینیم. خب دوستان، نظر شما در مورد دستگیری سارقان بانک ملی چیه؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اینکه اگر از ویدیوهای کانال میم تیوی خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید و برای ما کامنت بذارید تا انرژی بگیریم و در آخر هم میتونید یکی از این ویدیوهای کانال میم تیوی رو مشاهده کنید.